واعظی پرسید از فرزند خیش هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بیازاری و خدمت به خلق هم عبادت هم کلید زندگی است. گفت زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست، آن هم بلند یکی بگه ارمنی است. بله، حالا برای ارمنی دست بزنیم که حتما در بین همه قشرها و قومها انسانهایی داریم که با ناهنجاری اخلاقی هم هستن، اما چگونه امکان داره که ما بیاییم از یک موقعیتی، از یک فرهنگی، از یک مذهبی، از یک اعتقادی اونقدر تعریف بکنیم که اعمال ما برعکسشو نشون بده و بعد کسایی که ما فکر میکنیم اصلا با ما نیستن، از ما نیستن، اون موقع بیان بعد ببینیم شاعر مورد احترام تاریخی ما پروین اعتصامی چنین شیء رو بگه. حتما ایشون هم یک چنین تجربه ای داشته و همه ما به خوبی میدانیم اعتقادات، مذاهب، ایدئولوژی ها، متد ها، فلسفه بدون آموزش، بدون تعلیم هیچ موقع نمیتونه خودش رو تعریف بکنه در بین جوامع. پس باید انتشار بده و فقط انتشار نیست، این انتشار باید یک تجربه بشه، یک عمل بشه و توی اعمال و توی رفتار هستش که خودش رو میتونه به ثبت برسونه. انجیل کلامش پر از عشق و محبت است. چرا من و شما جذب انجیل میشیم؟ چه علتی داره؟ چرا بعد از گذشت 2000 سال هنوز ما افرادی رو داریم که میگن ما انجیل رو خوندیم، مطالعه کردیم، اومدیم کلیسا، متوجه شدیم گناهکاریم، توبه کردیم و تولد تازه رو پیدا کردن، یعنی از تعلیم به تبدیل رسیدن؟ چه علتی داره؟ اگه به گفتار نیک هست، مگر گذشتگان ما زرتشتی نبودن؟ پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، مگه نبود؟ اما چرا به همین راحتی تسلیم یک باور دروغینی به نام اسلام شدن؟ چه اتفاقی افتاد؟ و امروز سوا شده گذشته از تمام اون خرد و حکمت به موقعیتی اسیر شدن که اون موقعیت نمیذاره که در امنیت و آرامش باشن. علتش چی هست؟ علتش اینه که اعمال وقتی با تعلیم همخونی نداشته باشه آینده ثابت میکنه که به هیچ وجه سودهی نداشته. از این رو هستش که در نامه اعمال رسولان یک یک از همون ابتدا لغا اعلام میکنه مسیح به آنچه که عمل کرد تعلیم داد. یعنی اول عمل کرده بعد تعلیم داده، برخلاف منه. ما اول تعلیم میدیم بعد اگه توانستیم عمل میکنیم. میگه به آنچه که عمل کرد، ثابت کرد و بعد تعلیم داد. 137 بار واژه تعلیم در انجیل مسیح عنوان میشه و خود مسیح هر قدم به قدم، هر مکانی که میرفته، تو کنیسه میرفته، در جمع مردم عادی بوده، در بین به اصطلاح کلام خدا میگه در بین شرابخوارها بوده، هر کجا که مسیح قرار میگرفته تعلیم میداده و این اقتدار رو داشته چون به همون تعلیم خودش عمل کرده بوده. پس پیام انجیل برای ما یک پیام تبدیله، اما در ابتدا باید درک درستی نسبت به تعلیم داشته باشیم. اگر درک درستی نداشته باشیم متاسفانه بیراه خواهیم رفت. یک ضرب المثلی که خب از اشعار سعدی هم گرفته شده اعلام میکنه اصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است. ولی انجیل مسیح اینو اصلا تایید نمیکنه، یعنی به هیچ وجه، حالا سعدی بگه، فردوسی بگه، هر کی میخواد بگه، مهم نیست، انجیل مسیح اینو قبول نمیکنه. انجیل مسیح باورش به تولد تازه است، به تبدیله، چون مسیح امید همه ملت هاست، نوره، توی نور که تاریکی نیستش که ما ببین. از این رو هستش که این تعلیم اگر احیانا من و شما به تبعیت از این تعلیم بریم جلو، مسلم بدونیم بازدهی خوبی خواهیم داشت در زندگی، که اون بازدهی در ابتدا آزادی هست، شفا هست که به من و تو داده میشه. من و تو آزاد میشیم از خیلی از موقعیت ها، چه نسبت به فوبیاهای
مختلفی که در از دوران کودکی تا به امروز بوده و چه مشکلاتی که امروز هست و چه نگرانی هایی که نسبت به آینده هست. مسیح ما را آزاد میکنه. چرا مسیح؟ چگونه مسیح ما را آزاد میکنه؟ خیلی کوتاه بگید جرأت داشته باشید. برابو. کی اینو گفت؟ برابو. یه دست بزنید برای برادر عزیزم. برابو. چون روح خدا رو به ما میده. پس فقط تعلیم نیست، شما در تمام باورمندان مذهبی تعلیم هست، اما قدرت رو کی میده؟ چه کسی این قدرت و این توانایی رو میده؟ من و شما به خاطر خیلی از اهداف زندگیمون تعلیم گرفتیم. الان که خب این تعلیم ها همه فصل شده روی یوتیوب، کوتاه چگونه ثروتمند شم، چگونه خوشتیپ شم، چگونه فلانجا برم، چگونه آمریکا برم، چگونه زبان انگلیسی یاد بگیرم. چی شد؟ چند تاش موفق شدید؟ یوتیوب طرف رو بردید بالا، کار دیگه نکردید. فقط به گفتن نیستش، بلکه لازمه اون هستش که یک قدرت باشه و مسیح قدرت رو به من و تو داده و اون روح القدسه. و مطابق نامه دوم قرنتیان 3:17 میگه اما خداوند روح است. آمین. و جایی که روح خداوند است آنجا آزادی است. پس این آزادی نصیب من و تو شده، ما این شفا رو داریم، ما میتوانیم. هرچند در ابتدا روح ما شفا پیدا میکنه، روح ما، اما روان ما هنوز آسیب خورده است، جسم ما آسیب خورده است. خیلی از عزیزان هستن فکر میکنن وقتی چون به مسیح ایمان میارن همون لحظه دیگه این قدرت و این توان رو دارن، دیگه دروغ نگن. نه دیگه، اون مربوط میشه به تصمیم خودت. تصمیمت اینه، آیا میخوایی مطابق کلام خداوند پیوسته در تعلیم قرار بگیری؟ پیوسته در دعا؟ نه به صورت مذهبی. یه زمانی رو بذار.